دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که چین پیگرد قانونی اقلیت مسلمان اویغور در ایالت سینکیانگ را افزایش داده است. دیدبان حقوق بشر ادامه داد دستگاه قضایی این کشور در قبال اتهامات ناروشنی همچون آغاز دعوا یا فرستادن هدیه برای اقوام خارج از کشور برای ها احکام زندان طولانی صادر می کند. به گفته این سازمان حقوق بشری بیش از 250 هزار نفر از سال 2016 میلادی در ایالت سینکیانگ به طور رسمی محکوم و زندانی شدند و وجود سعی دولت بر دادن وجه قانونی به این حبس ها بسیاری از زندانیان افراد عادی هستند که تنها به دلیل داشتن ایک زندگی عادی و عمل به دین و آین خود محکوم شدند. اسناد دیدبان حقوق بشر حاکی از آن است که در پی سرکوب اویغورها و سایر اقلیتهای مسلمان احکام کیفری صادر شده در ایالت سینکیانگ بین سالهای 2017 تا 2019 میلادی به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. این سازمان با استناد به داده های دولتی اعلام کرد که دادگاه های سینکیانگ در سال 2017 میلادی نزدیک به 100 هزار نفر را محکوم کردند. این در حالی است که یک سال پیش از آن شمار محکومین در این دادگاه ها کمتر از چهل هزار نفر بوده است. در گزارش دیدبان حقوق و بشر آمده است که پلیس دادستان ها و دادگاه ها در این ایالت تحت فشار هستند تا مجازات های شدید تری را در سریع ترین زمان به نام مبارزه با تروریسم برای متهمان تعیین کنند. اقدامی که باعث شده بسیاری از افراد بدون آنکه واقعا جرمی مرتکب شده باشند زندانی شوند بر این اساس حتی علیه افراد صرفا به دلیل گفتن آنکه چه چیزی حلال و چه چیزی حرام است یا فرستادن هدیه برای اقوامشان در ترکیه مجازات زندان تعیین شده است گروه های مدافع حقوق بشر میگویند دسته کم یک میلیون نفر از جمعیت اویغور و دیگر اقلیت های مسلمان چین در اردوگاه در شمال قلب این کشور زندانی هستند.